در نظر غربی ها علت علاقهشون به برجام این است که برجام دندون های اتمی ما رو میکشه، توانمندی های ما رو به شدت تضعیف میکنه، پایین میاره. اگر یه روزی ما تصمیم بگیریم بمب اتم مثلا درست کنیم، این رو تبدیل میکنه فاصلهش به بیش از یک سال، و چون پروسه طولانیه به تدریج تحلیل میبره، هم نیروهای ما پیر میشن دیگه، جایگزین ها جلوش گرفته میشه و اصلا بحث اتمی تبدیل میشه به بحث لوکس لاکزری بیخاصیت و بعدم رها میشه، حالا ما دیگه ولش میکنیم. MPT سند مرده است، خوش انشاء هست و بدم نیست، یه چیزای خیلی خوبه، هورغلیایی مثلا. چرا میگید مرده است؟ به خاطر اینکه سندی زنده است که اجرا بشه. این چه جور سندی است که اگر کسی درش نیست راحت تره؟ مثلا رژیم سعودی درش نیست، هندی ها درش نیستن، پاکستان درش نیست، خیلی هم راحتن. اونایی که امضا میکنن درد سر دارن. خب چه جور سند نان پرولیفریشن بازدارنده است؟ چه چیزی نیست. پس این سند مرده است و ما دوره یه تابوت مرده داریم سینه میزنیم. من میخوام بگم که آمریکایی‌ها اگر خیلی خودشون رو لوس کنن، علل اصول دلیل نداره ما حتی تعهداتمون در برجام و همین MPT هم این شکل باقی بمونه، چون سند مرده است دیگه، چیز خاصی نداره. در سفر آقای بایدن به رژیم صهیونیستی اونجا یک چیزی با هم امضا کردن که به اصطلاح با هم همقسم شدن که ما نذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. خب طبیعتا ما که مبتنی بر فتوای مقام معظم رهبری مشروعاً شرعاً اجازه نداریم دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی بریم از جمله اتمی. منتها اگر یه وقتی بخوایم این کارو بکنیم طبیعتا هیچ کس جلو ما نمیتونه بگیره. خودشون هم اینو میدونن. توان هسته‌ای ما یعنی دسترسی‌های ما به معارف مربوط به هسته، علم و فناوری نوین فخر جهان اسلامه. بسیارم ریشه ایست و من معتقدم یه خورده کندی که در جریان برجام اتفاق افتاد به سرعت بازسازی میشه. خب یه همچه توانی چیزی نیست که با بمباران از بین بره.